چرا طالبا با وجود از این که میگن ما جهاد میکنیم، چرا به فتوای علما تمکین نمیکنن؟ علت در چی بوده میتونه؟ چگونه جنگ است؟ ببینید، بعد از جدی شدن و قطع شدن خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای بین المللی از افغانستان که فعلا جریان دارن و دوام دارن، دیگه این مسئله مشخص شد که ادامه خشونت از طرف طالبان با انگیزه های مذهبی و ایدئولوژی نبوده، بلکه در راستای به دست آوردن قدرت بودن. یک جریان قدرت طلب هستند و تمامت خواه هستند، به دنبال کسب قدرت هستند. موضوعاتی مثل جهاد و مسئله آموزه های دینی و مذهبی را به عنوان یک سری ابزار و فریب توده های مردم و کشاندن مردم متدین مردم افغانستان در صحنه های نبرد و بر علیه مردم افغانستان هستند. و میبینیم که اون چی که امروز اتفاق میفتن و خساراتی که به بار میاد در حقیقت خسارات متوجه مردم افغانستان و بیت المال هستن و خدمت شما عرب شد زیر ساخت ها هستن و خرابی هایی هستن که فردا باعثه که بالاخره آباد بشه، باز هم با پولی هم از مردم اینا ساخته شده است. این چیزی هست که فعلا طالبا در تلاش از او هستن و با گسترش خشونت در حقیقت در تلاش هستن که حتی خودی طرفداران اینشون هستن که تا کنون در تازی 20 سال اینها را تحت عنوان جهاد به کوها و صحراها با خودشان را بردن و توده های مردم را فریب دادن تحت عنوان جهاد و اینها را فرصت و مجال اندیشیدن پیرامون از این قضیه ندهند، چرا که اگر اینا فرصت پیدا کنند قطعا می اندیشند که خب ما داریم با کی می جنگیم. طرف مقابل ما بالاخره همین فرزندان افغانستان هستند، همین فرزندانی هستند که ما هیچ کس نمیتونه اینا بگن مسلمان نیستن، بلی اینا کسانی داره خونی کسانی رو میریزن که هموطنانشون هستن و یه چیزی هست که خب قطعا تردیدی رو در بین صفوف آنان ایجاد میکنن که تا به اکنون فریب شعارهای مذهبی و دینی طالبا را خوردن. با توجه به جنگ فعلی علاوه بر نیروهای افغان، علمای اسلام چقدر مسئولیت دارن به خاطر مهار جنگ و تا چقدر مسئولیت از اینو است که به طرفهای مقابل تفهیم بکنن که دیگر جنگ نکنیم؟ ببین، جنگ در افغانستان که هست بیشتر با شعار دینی و مذهبی است و طالبان هم که هست تحت عنوان جهاد و مبارزه با مثلا اشغالگری بودن و با عنوان جهاد می جنگیدن. پس ماهیت از این قضیه از اون طرف هم که هست همین شعارهای مذهبی بودن و ای اگر خاتمه جلوی از این وضعیت را بگیرن، این علمای دینی هستند که میتونن کارا بکنن و اقداماتی که از صورت گرفتن نشست علمای دینی در مکه مکرمه در عربستان سعودی، اینا مهمترین کاری هست که داره انجام میشن و کار میکنن در حقیقت اون ابزاری را که در دست طالبا بوده تا به اکنون اونا رو باز دستشون بگیرن. خب این که طالبا میگه خب در مقابل از ما تمکین تانوز رو ندادن، من به این باور هستم بالاخره اگر شما بگید علمای دینی، علمای دینی کی چی کسان هستن؟ همینا هستن دیگه، همین خود مراکز دینی عربستان سعودی هستن، کشورهای مهم اسلامی مثل علمای جامعه، علمای مثل اندونزی و خلاص الازهر و اینها هستن که حق سخن گفتن و اظهار نظر درباره آموزه های دینی و مذهبی دارن و من فکر میکنم که دیگر طالبا هیچ گونه دلیلی به این ندارن و دارن از این جهت هم دارن و کارت بازیشون از دست میدن و باز با صحنه آمدن علمای دینی من فکر میکنم دیگه طالبا موضعشون تضعیف میشن و از اون طرف هم از نظر مسائل شرعی و دینیش هم بگیم وظیفه علما هستن، سخن نبوی هستن که حدیث نبوی میفرمان که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم، کسی که هر مسلمانی که شب را به صبح برساند و به فکر مسلمان نباشد او مسلمان نیستن. و اون چی که امروز در افغانستان رخ میدهد، اون چی که امروز در جامعه ما در افغانستان این کشتاری که رخ میدن و این مسلمانایی که بی خانمان میشن و این جوانانی که دارن کشته میشن، خب بدتر از این وضعیت وجود نداره. این وظیفه علمای دینی هستن که در قبال از این قضیه احساس مسئولیت بکنه، وظایف به وظایف دینی و شرعیشون عمل بکنن. اگر علمای دینی در چنین صحنه هایی نیاد، پس در کجا در صحنه بیاد؟ اگر طرف حکومت افغانستان مقصرن، بالاخره حکومت افغانستان را جلوش وارد گفتگو بشن. اگر طالبا هستن با طالبا گفتگو بشه، شما برای چی می جنگین؟ چرا خون مسلمان را می ریزین؟ چرا هر روز بر بدبختی و ویرانی افغانستان که افزایش میدین؟ چرا هر روز یتیمایی را که یتیم میکنه و آواره خیابان ها میکنه، خانه هایی را به سرپرست میکنه و خلاصه یک نفری که اگر کشته میشن در حقیقت یک نفر نیستن، کل یک فامیل را نابود
میکنن. این چیزی نیستن که از قبال از قضیه طالب چه علمای دینی بی تفاوت باشن و ما وظیفه شرعیشون و وظیفه دینی مذهبیشون ایجاب میکنه که در قبال از قضیه با قاطعیت بیستن و با طرف ها با استفاده از ابزارها و آموزهای دینی بشنن وارد گفتگو بشن و موضوع را و از منظر دینی باید که فیصله بکنن. خب سوال اینجاست که حالا شما دلیل در چی میدانین که وزارت ارشاد حج و اوقاف، شورای علما و علمای داخل افغانستان تا هنوز صدای خود در برابر جنگ جاری بلند نکردن؟ اگر بلند هم کردن صدایشان چندان رسا نبوده، علت در چی بوده میتونه؟ این البته خب واقعا یک سوال است که بر در ذهن هر افغان وجود دارن. خب چرا علمای دینی ما، چرا ملا امام ها، بلخص مساجد ملا امام ها در قبال از قضیه واکنش نشان دادن؟ چرا بر رسالت دینی و مذهبیشون عمل نمیکنن؟ همون گونه که شما اشاره کردید وزارت حج و اوقاف خلاصه مرکز متصدی امورات مذهبی و دینی هستن، چرا اینا واکنش جدی نشان نمیدن؟ این چیزی است که بالاخره اونا باید که پاسخگو باشن و این سوالی است که طرف تک تک ما افغان ها متوجه اونها میشود که چرا شما در مقابل از قضایا واکنش نشان نمیدید؟ این همه هر روز جوانای ما کشته میشن، این همه هر روز ساخت های ما ویران میشن، این همه هر روز خانواده های به سرنوشت میشه. اگر شما عالم دینی هستن، اگر شما وظایف دینی خود را این میدانید که باعث که در قبال مسائل سرنوشت مسلمان ها به تفاوت نباشن، خب چرا در قبال از قضیه از خود واکنش نشان نمیدید؟ خب حالا که تداوم جنگ علاوه به اینکه میلیاردها دلار خسارات را وارد میکنه، تا چه حد میتونه که پروسه صلح را زیر تاثیر قرار بده؟ سرانجام تا چه حد میتونه که سایه منفی بر پروسه صلح داشته باشه؟ خب البته طبیعی هست که شما از یک طرف دست صلح دراز کنید و از طرف دیگه باید خنجر در دستتون باشن و اون بارقه های از امیدی که در دل مردم ایجاد شده بود و در راستای این پروسه صلح، قطعا مردم را ناامید میکنن. اما ما امیدوار هستیم که حرکت هایی که فعلا به صورت گسترده چه در سطح منطقه، چه در سطح بین الملل و نهادهای بین المللی، سازمان ملل و بالاخص در اواخر که هند هم یک از طرف قضایا بودن که وارد حساسیت نشان دادن، آمدن وارد گفتگو شدن و با بعضی خدمت منابع تماس برقرار کردن و بالاخص در طی 20 سال یکی از حامیان اصلی افغانستان بوده، بیشترین کمک دهنده و خدمت مرش نقش گیرنده در بازسازی زیر ساخت های افغانستان بودن. خب اینا همه نشان از است، انشاءالله امیدوار هستیم که کمی موضوع جدیتر پیش برون و با حساسیت بیشتر پیش برون. ولی تداوم خشونت قطعا آسیب خود را میزنن، ولی ما امیدوار به این هستیم که نبایسته که دست از روند صلح برداشت و اینه که منطقی که طالبا در پیش گرفته که دست به خشونت را زدن و در تلاش از هست که جنگ را، دامنه جنگ را گسترش بدن. خب چون قبلا هم اشاره کرده بودم، اونا در تلاش از هست که بالاخره بتونن چند تا ولایت در دست داشته باشن، با اونان در مذاکرات صلح، با اونان مرکز اماراتشون یا هر چی که هستن، با اونان مرکز سیاسی، از اونجا با اونان یک ابزار فشار و ابزار سیاسی در صحنه مذاکرات بتونن در پیش پشت میز مذاکرات از او امتیاز بگیرن. چنان که خب در گذشته خب حملات گسترده‌ای رو بر هلمند داشتن، بر غزنی داشتن، لوگر داشتن، بغلان داشتن، ولی خب الحمدلله دین با مقاومت سرسختانه نیروهای دفاعی کشور ما هیچ گونه دستاوردی را نتونست به دست بیارن و امروز میبینیم که یک سری ولایت هایی که کمی دور افتاده هست و اکمالات به اونجا کم مشکل هست، مثل ولایت بادغیس و غور و بعض از ولایت های شمالی، اینجا فعلا فشارهایی را وارد کردن و به این امید هست که حالا هر قسمش داشت اهم مهم نیست که کدوم یک ولایتی که از نظر سیاسی و جایگاه تا چه اندازه اهمیت داشته باشن، مهمی است فعلا برای اونا که بتونن اکثر ولایت‌ها رو بگیرن. اما تا اونجایی که ما اطلاعات داریم مقاومت نیروهای دفاعی ما این اجازه رو نمیده. درست است که اکثر ولسوالی‌های فعلا از دست میرون، ولی خب این به این معنا نیستن که اونا واقعا بتواند اونا را یا حفظ بکنند یا اینکه بتواند مراکز ولایت‌ها را ساقط بکنند. با وجود از اینکه نیروهای افغان امکانات کافی در اختیار دارن، اما بازم بعضی از ولسوالی‌ها را سقوط میدن، طالبان سقوط میدن، طالبان تصرف میکنن. شما علت در چی میدانین؟ چرا به اسرع وقت امکانات نمیرسه، اکمالات نمیرسه و به چه دلیل نیروهای افغان ناگزیر میشن که عقب نشینی بکنن؟ خوبی از گذشته وجود داشت، متاسفانه در قسمت یک از ضعف های حکومت در قسمت بلخص وزارت دفاع و بخش های امنیتی ما در قسمت مدیریت بودن و نتونستن به موقع امکانات و تجهیزات لازم را به مناطق دوردست و مناطق تحت فشار است برسانند. این نباید که آدم انکار کرد، بلی اکثر ضعف های وجود دارن و دشمن هم تلاش میکنه از همون نقاط ضعف، یعنی نگاه میکنه، میشن بررسی میکنه کدام ولسوالی آسیب پذیرتر هستن، کدام ولسوالی اینکه
از دسترس رساندن امکانات از طرف دولت در فاصله بیشتر قرار داره و این از و تلاش نقاط آسیب پذیر رو هدف قرار بدن و ما امیدوار هستیم که انشاءالله بتن بخشای امنیتی ما بخشای مدیریتیشان در این قسمت یک بازنگری داشته باشن و تلاش بکنن که بیشتر منسجمتر و هماهنگتر عمل بکنن. نگرانی های هم وجود داره که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ممکن تروریست های بین المللی دوباره به افغانستان برگردن. شما این نگرانی ها را تا چه حد برجا میدانید؟ ببین تروریست ها در هر جایی که خشونت باشه ناامنی باشه در اونجا بیشتر مجال و فرصت رشد را پیدا میکنن و همون گونه که فعلا هم خود نیروهای بین المللی در همین امروز خود بالاخره نشستی که داشتن ناتو و این نگرانی رو هم ابراز کردن در قالب گسترش خشونت از طرف طالبا امکان از این هست که القاعده مجددا وارد فعالیت بشن در افغانستان در بین بدنی طالبا نفوذ بکنن و کشور و امنیت بین المللی را به خطر بیاندازن و در این راستا هم خوب اونا بازم اعلام کردن و تعهد سپردن که ما به ادامه کمک و حمایت های مالی و لوجستیکی خود خواه از اردوی افغانستان بخش امنیتی افغانستان متعهد هستیم و همچنین در بخش آموزشی و حتی بعضی در بعضی رسانه ها در بعضی خدمت اخبار ها منعکس شده که معاون پنتاگون و ایره گفتن که احتمال از این هست که ما باز مجددا به افغانستان برگردیم. خب این مسائل هم هست، نشان از این است که اینکه القاعده و دیگر گروه هایی که وجود داره مثل داعش و دیگر نیروهای تروریستی که فعالیت دارن در افغانستان این احتمالش هست که در قالب گسترش ناامنی از طرف طالبان اینا مجددا موقعیت پیدا بکنن و فرصت پیدا بکنن و بتواند تهدیدات را افزایش بدن. از برگشت احتمالی نیروهای آمریکایی به افغانستان چی میتونیم برداشت بکنیم؟ این برگشتش خب یک مسئله باید در نظر داشته باشم که آمریکا 20 سال در افغانستان بودن و میلیاردها دلار را در اونجا با مصرف رساندن و شعارش وقتی وارد افغانستان هم شد مبارزه با تروریسم بود و محو تروریسم. وقتی که دوباره تروریسم در اینجا مجددا فعالیت بکنه و خانه امن بشه و مرکز سازماندهیشون برای خرابکاری در سطح بین الملل و بلخص برای منافع خود آمریکا بشن، اون وقت است که خود اینا باز مورد سوال قرار میگیرد در قبال مردمشون که اینا مالیاتی که ما داده شما مصرف کردن نتیجه چی شد. بلخص که خود ما افغان ها خیلی خوب میگم که الان که شما از افغانستان خارج شدید میراثی که شما بر جامعه ما چیست؟ آیا این هم خشونت و ایرانی هستن یا اینکه شما به این وعده که ما در افغانستان ما امنیت و صلح رو برقرار میکنیم؟ این مسائل هایی هستن که اون تعهداتش را زیر سوال می‌بره. ضمن اینکه خب آمریکا خودش را میگه ما کشور ابرقدرت بین المللی هستیم، در قبال از این ادعاش بالاخره تعهدات بین المللی هم داره. تعهدات بین المللی چیه؟ اینکه برای در راستای حفظ صلح و امنیت در سطح بین الملل اینا بیشترین کوشش را بکنن، بیشترین هزینه را بکنن و این مسئولیت بین المللیش همون ایجاب میکنه که در قبال از این مسائل بی تفاوت نباشن و نباید که مردم افغانستان را و نیروهای امنیتی افغانستان را در قبال تروریست ها تنها بگذارن. امروز نیروهای امنیتی افغانستان و مردم افغانستان در خط مقدم مبارزه با تروریسم و با می جنگد و ای مردم افغانستان است تا تاوان خدمت شمار بشن، هزینه امنیت دیگر کشورها را پرداخت میکنن. ای تنها آمریکا نیست، کل کشورهای بین المللی است در قبال افغانستان باید بدهکار است و مدیون باید که در قبال از بی تفاوت نباشن و باید که حساسیت نشان بدن. زمانی که جو بایدن تاریخ خروج نیروهای خود از افغانستان اعلان کرد گفت که ما به هدف خود افغانستان رسیدیم، هدفشون مبارزه با تروریسم و محو تروریسم بود. شما چه فکر میکنین که واقعا امریکا به این هدف رسیده در افغانستان؟ من فکر میکنم که جو بایدن همون باورهای 2009 و 2011 را که زمان در زمانی که در پست معاونت اوباما بود و تحلیلی که از قضای افغانستان داشتن و که حتی همه ما خبر هستیم که با رئیس جمهوری وقت ما جناب کرزای چگونه رفتاری کرد و او زمان چه اظهارات را داشتن تحت اثر از او تفکرات بودن. من فکر میکنم که برداشتش دقیق نبودن و تحلیلش و شناختش از فضا و از منطقه و از ابعاد بحران افغانستان ناقص بودن و اینی که از او طرف هم تلاش داشت، چون قول داده بود که در انتخابات که من نیروهای را از افغانستان بیرون میکشم و میخواست به اون وعده های انتخاباتی خود عمل بکنه و داره متوجه میشه. در حالی که شما مگر دقت بکنین در بین خود بخش های مختلف سیاستگزارهای آمریکا توافق و اجماع نظر در قبال قضای افغانستان وجود ندارن. وقتی که موضوع جدی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح شد و دیدیم که بسیار استاناتورها اظهار نگرانی کردند و
سیاست مدارایش را طلب کردن در قبال از خود شما وضاحت بدین، چنان که چند وقت پیش هم حتی خلیزات را طلب کردن که شما وضاحت بدین در قبال از قضایا، و سرقمندان انگلیس هم در قبال از قضیه اظهار ناخرسندی کرد، اما گفت بالاخره تصمیمی را که اینا گرفتن ما به تصمیمشون احترام میگذاریم. این مسئله هستن که در بین خود آمریکایی‌ها هم که از سیاست‌گذارهای شرک هستن و بالاخص بین بخش امنیتیش و بخش سیاسیشون این اختلاف نظر وجود داره. بخش امنیتیش هیچ کدامشون تا نظر این اظهار نظر نکردن که ما در افغانستان موفق شدیم. خب شما موفق شدید که چی کار کردید؟ چون جو بایدن بسیار مسئله موفقیت رو ساده سازی میکرد، میگفت ما دشمن ما القاعده بود، رهبر القاعده بن لادن بود، ما موفق شدیم بن لادن کشتیم. خب شما در سال 2010 این روزمون کشته بودیم، پس ما زمان بیرون میکشتید. شما آمدین با این وعده که ما تهدید ناامنی را تروریستی را از افغانستان از بین ببریم، ولی خب گسترش پیدا کرد. گویا امروز شما با فقط با یک القاعده میجنگید، امروز با بیش از 20 تا گروه تروریستی در افغانستان به قول به اعتراف خود شما فعال هستند که امنیت بین المللی را به خطر میاندازند. خب شما از چه دستاورده داشتن؟ چه دستاوردی داشتن در قبال از این قضایا و چه میراثی را از خود به مردم افغانستان میگذارید؟ آیا شما فردا پاسخ دارید در قبال سوالهایی که از طرف افکار عمومی جامعه جهانی از طرف مردم افغانستان مطرح میشن؟ شما در قبال از این چه پاسخ دارید؟ حالا که پنتاگون از برگشت احتمالی نیروهای آمریکایی به افغانستان سخن گفته، شما چه فکر میکنید که برگشت نیروهای آمریکایی تا چه حد میتونه وضعیت در افغانستان تغییر بده؟ آیا خاطرتونه که جنگ مهار بکنه؟ این خب یک احتمال هستن، اما شاید بگم که بهترین راهش و بهترین گزینش این باشن که اردوی افغانستان را بیشتر تجهیز بکنن، در صد مسئله آموزشش بیشتر توجه بکنن و بالاخره بخش هوایی قوت هوایی افغانستان را مجهز به طیارات پیشرفته تر بکنن و در این قسمت اگر همکاری کنن به نظر من خیلی بهتر است. چرا که اگر خود قوت های افغانستان باشن دیگر طالبا و گروه های تروریستی دیگر نمیتونه با ذهن ساده مردم متدین افغانستان بازی بکنه و اونها را در صحنه های نبرد بکشانن و اونها را در سنگرها بکشانن تحت عنوان جهاد. بالاخره امروز شما با مردم افغانستان و اردوی افغانستان، اردوی افغانستان چه کسانی؟ فرزندان هم از این مردم هستن، فرزندان همین مسلمان هستن، همین هستن که شهادت رو کلمه شهادت رو میکنن، نماز میخوانن و همین ها هستن دیگه. اینا از بیرون که نیامدن، از اینا از متن هم از این مردم، از جامعه هم از این مثلا آموزش یافته های هم از این مساجد و مکاتب دینی هستن. امریکایی ها بیشتر از 20 سال در افغانستان بودن، اما جنگ در خاک پایان نیافت. و امریکا گفته که وضعیت افغانستان از یکی از کشورهای منطقه کنترل میکنه. چقدر خاطرتان است که با این کنترل خود که از منطقه به افغانستان داشته باشه موفق خواهد بود؟ آیا کنترل از یکی از کشورهای منطقه میتونه که جنگ افغانستان را مهار بکنه، کنترل بکنه؟ ببین این بارها اعلام کردن، حتی دورانی که خود ترامپ بود اونم همین ادعا داشت، ما میخواستیم با یک سازوکار استخباراتی و امنیتی قوی میخوام افغانستان کنترل بکنیم. و جالبی است که خب ما از پایگاهی که ما ایجاد کردیم از طریق افغانستان کنترل کردیم کجا هستن؟ پاکستان، در حالی که ما اون چیزی که میکشیم، مصیبتی که ما میکشیم امروز از دست پاکستانی‌ها هستن. آیا وقتی که بیت آمریکا در خاک پاکستان از اون طریق قضایای و بحران افغانستان کنترل بکنن؟ من فکر میکنم که این اشتباه هستن به این شکل. و البته خب بارهای پاکستان نام بردن، حالا نمیدونم که شاید کدام کشور دیگر رو باز مد نظر داشته باشه، ولی خب اگر گزینه پاکستان باشن من فکر میکنم هیچ گونه دستاورد نخواهد داشت. چرا ذهنیت جامعه افغانستان و واقعیت هایی که در بیرون هم که بودن، این پاکستان بودن که مداخله کردن و امور افغانستان و مسئله افغانستان به این بحران حاد که اکنون وجود دارن به اینجا بکشونن. حالا که معاون وزارت دفاع آمریکا از احتمال برگشت نیروهای آمریکایی به افغانستان سخن گفته، فکر نمی‌کنین که جامعه جهانی نسبت به وضعیت فعلی افغانستان نگران است؟ آیا پروسه صلح با چنین وضعیت نتیجه خواهد داد؟ قطعا بسیار پیچیده هستن قضایا و پیچیده‌تر هم خواهد شد و می‌شود. نگفته نمونه، خب بحران در افغانستان بحرانی نیستن که بگم که طرفهایش یکی دو طرف و سه چهار طرف باشن، بسیار پیچیده هستن. امروز کشورهای منطقه در اینجا دخالت دارن، میدان رقابت بین قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شدن. امروز این نگرانی برای خود آمریکا وجود داره، وقتی که از اینجا خارج بشن قطعا موضوع چین در اینجا با اونان رقیب اصلی روسیه و هند و کشورهای دیگری و همچنین رقبای منطقه‌ایشون اینا همه وجود دارن. این مسائلی هستن که متأسفانه در قسمت همواره
اینا به صورت تک علتی یا خودخواهانه رفتار کردن، چنان که در تابکنون هم که بود در پروسه صلح افغانستان هند را مثلا دخالت نداد، یا تا چند وقت پیش پاکستان را دخالت نداد، یا تا چند وقت پیش آمریکا کاملا یک جانبه گرایی گرانه برخورد میکرد و این سبب گسترش ناامنی در افغانستان هم شد و خیلی نارضایتی را به وجود آوردن و آخرش مجبور شد که سازمان ملل را دخالت بده و کشورهای دیگر را دخالت بدن. من فکر میکنم بازم داره آمریکا همون اشتباهات گذشتهش به یک شکل داره تکرار میکنن و امیدوار هستم که دقیق تر در قسمت رفتار بکنن و یک اطلاعات جامعه تر از قضایا و بحران افغانستان و ماهیت بحران افغانستان به دست بیارن و همه میدانیم که بحران افغانستان رشته استخباراتی و رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارن. امروز خود این نیست که طالب‌ها با طالب بیاد با حکومت افغانستان بجنگن. امروز اینا جنگ‌های نیابتی، بالاخره این طالب‌های گروه‌هایی که اصلا خب از ده‌ها گروه دیگری که وجود دارن هر یکیش بالاخره یک حمایت‌های بیرونی رو داره. حالا که ما پروسه صلح با طالب‌ها آغاز کردیم، با سایر گروه‌هایی که در افغانستان وجود دارن چی باید شود؟ یکی از نقص هایی که در پروسه صلح افغانستان وجود داره این است که ما فقط آمدیم با طالبا وارد گفتگو و مذاکره شدیم. ما میخوایم صلح در افغانستان بیاد، ولی خب با طالبا داریم گفتگو، در حال طالبا یک از گروه های خدمتش مر بشن نام کننده و تداوم بحران هستن. درست شاید عمده ترینش باشه، ولی خب همه میگه که بیش از 20 تا گروهی توریست در افغانستان فعال هستن. ضمن از اینکه خود طالبان هم که هست دارای یک جریان واحد نیستن، دارای جریان های مختلف هستن، حتی بخش سیاسیشون با بخش نظامیشون با همدیگر اختلاف نظر دارن. خیلی به این باور هستن که امروز جنگ اگر گسترش پیدا میکنن این بخش نارضایی بخش ناراضهای گروه طالبان است، قماندانان و فرماندهان جنگیشون هستن که سعی میکنن که با اوج دادن و گسترش دادن صحنه‌های نبرد و اون بخش سیاسیشون رو و تیم سیاسیشون رو ناکام بگذارن و بیشتر میگه که محصول رقابت‌های قدرت در درون طالبان هستن. و چنان که چند وقت پیش هم خونه عبدالمنان نیازی که یک از رهبران یک از شاخه‌های طالبان بود توسط همون نبردهای داخلی خودشون کشته شد. این مسائل ها هستن، یعنی نگرانی وجود دارن که اگر ما با این بخشی که امروز نشستن و با ما در پشت میز مذاکره با اینا اگر به تفاهم برسیم آیا صلح در افغانستان میاد؟ ایره هیچ کس نتونست جواب قاطع بدن و همه حرفش اینه که ما امیدواریم که کاهش پیدا بکنن، در این حد هستن، اما اینکه واقعا ریشکن بشن این سخن دیگری هستن. و حتی خود باید از امریکایی ها پرسان کرد که شما وقتی که با طالب وقت نشستن صحبت کردین، مذاکره کردین و تفاهم نامه که امضا کردین، چهار تا تعهد رو که از طالب ها سپر گرفتین، یکیش یه است که دیگر طالب ها تضمین داده به شما که منافع امریکا تهدید نشود. خب این طالبایی که اصلا او طالبای دیگر هم هست، گروهای تروریستی دیگر رو میتونن جلوش مهار بکنن، خودشون که خود شما میگید که فعلا در القاعده در افغانستان قوت میگیرن، در درون ناامنی ها اونا دامنه فعالیتشون گسترش میدن. این مسائلی هستن که همه اینا جای سوال هستن و هیچ یک از اینا تضمین 100% رو هیچ کدومش نمیتونه ارائه بکنن. این که طالبا تاکید دارن که تا زمانی که خواستهایشان برآورده نشه در هیچ نشست صلح اشتراک نمیکنن. سران حزب نامهای سران طالب از لست سیاه هست و آزادی زندانیشان. تجربی را هم داریم از رهایی زندانیا. چی فکر میکنین در صورتی که زندانی اینا رها شوه و نام سرایشان از لست سیاه حذف شوه، این گروه پرقدرت‌تر نخواهد شد؟ در آزادسازی 5000 بیش از 5000 نیروهای طالب در زندان‌ها در حقیقت همون گونه ولت او زمانم که حکومت افغانستان متوجه قضیه بود مقاومت کرد، متأسفانه فشارهای بیرونی و دیگه اجازه نداد، حتی جریان‌های سیاسی که فعلا خودش همسو با حکومت میدانن از هر طرف آمد فشارهای رسانه‌ای را گسترش دادن و حکومت را متهم کردن که اینا داره وقت تلف میکنن در تلاش از اینکه به هر بهانه‌ای شرکت 5 سال دوره حکومتشون را بخرن و ایره سپری بکنن. و این یک اشتباهی بود که زمان صورت گرفت، که من نمیگم که اشتباه از طرف حکومت بود، بلکه این فشار هم از طرف حکومت افغانستان و متوجه از این باریکی هم حکومت افغانستان بود. اون زمان هم مقامات خود رئیس جمهور چه بخش شورای امنیت افغانستان مسئله را ابراز کردن که ما اطمینان نداریم که اینا دوباره پس برمیگرده، که برگشت و امروز بخشی از گسترش ناامنی که است همون نوعی که است که دیروز تعهد سپردن از زندان ها آزاد شدن و خدمتش مر بشن، خودشون به دست خودشون امضا کردن که ما دیگه وارد جنگ نمیشیم، ولی خب امروز میبینیم که همون اصلا داره جنگ را مدیریت و رهبری میکنن. و ما امیدوار هستیم دیگه حکومت افغانستان تحت از این فشارها و از این پروپاگاندا قرار نگیرن و همون گونه که طالبان در
هلمند ناکام شد، در غزنی ناکام شد و در جاهای دیگر ناکام شد، در غور انشاءالله ناکام است، در بادغیس هم ناکام است و در جاهای دیگر هم که فعلا فشار وارد کردن به طمع از اینکه بتواند یک ولایت دولت ساقط بکنن، اینجا ان شاءالله ناکام خواهد شد. ممنونتان. زنده باشید. غلام سخی احسانی استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی و استودیو با خود داشتیم.